سرخط خبرهای امشب. روز امام حسین برای اولین بار در پارلمان ویکتوریای استرالیا برگزار شد. دیدار مشاور نخست وزیر عراق با مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله العظما شیرازی در کربلا. پایان فعالیت‌های مؤسسه مصباح الحسین به مناسبت ایام 40. و تلاش طالبان برای وارونه جلوه دادن عملکرد خود در قبال شیعیان افغانستان.